چطورین؟ با یه قسمت دیگه از آموزش‌های سفت‌وسر چرم‌دوزی با سارا در خدمتتون هستم. تو این قسمت میخوام که یه ریموت ماشین برامون آوردن، میخوام که قالب‌گیری اون ریموت رو انجام بدیم. خیلی سوال کرده بودن که چجوری یه ریموت رو کاور کنیم و کلن ببندیمش کاورش و اینه کاورهای معمولی نباشه و اینا. توی این قسمت قالب‌گیری رو بهتون یاد میدم که با استفاده از آب انجام میشه و خب توی این قسمت باید دقت کنیم که اگر چرمتون خیلی نازک باشه و ترجیحاً برای کاور باید حتما چرم گاوی استفاده کنیم که حالا میلش کم باشه ولی اونقدرم نرم نباشه، سفت باشه و ترجیحاً چرم بزی نباشه بهتره. و اگر رنگ طبیعی داشته باشه، یعنی رنگش شما تا بندازین تو آب مشخص میشه که مثلا رنگ طبیعی شده یا نه رنگ همینجوری علکی شده و جنس خوبی نداره، و اگر که جمع شد یعنی اینکه چرم گیاهی نیست و طبیعیه، 100% طبیعیه، چون چرم طبیعی واقعا جمع میشه. ولی اگر چرم گیاهی باشه همونجوری صاف صاف میمونه و هیچ اتفاقی براش نمیافته. توی این قسمت حالا یادتون میدم کاملا چجوری چرم رو بندازین تو آب. یه چند دقیقه باید صبر کنین و ریموت رو حتما یه چیزی، یه فویل، یه چیزی دورش بیارین که آب داخل چرم بهش، یعنی بهش آسیب نرسونه. خلاصه که توی این قسمت همین کاور ریموت، کاور قالبی ریموت رو بهتون یاد میدم، ریموت ماشین. و خب یه خوبی داره یه بدی داره. یه خوبی که داره این که سفت سفت دور کار رو میگیره و اگر بیفته از دستتون یا مشکلی براش پیش بیاد هیچ اتفاقی نمیفته. و یه بدی هم که میتونم بگم داره این که دیگه این کاور ازش جدا نمیشه و زمانی میتونی این کاور رو ازش باز کنیم که مثلا اگر باتری چیزی از ریموت خراب شده باشه که کلا باید قیدش رو بزنین و کامل بچینین این کار رو. و همین، امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرید. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سابسکرایب یادتون نره. همینجوری که من به شما انرژی مثبت میدم، شما این انرژی مثبت رو به من برگردونین. کانال یوتیوب من یه کانال نوپا هستش و به نگاه های تک تک شما ها نیاز داره، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خدایا رو نگه دارتون. میخوام کاور قالبی این ریموتمون رو بسازم و چرمی هم که انتخاب کردم چرم وکیومی هسته، چرم گاویه. اینم آبه، آب توشه. خب که این چرما رو میذاریم تو آب به مدت 10 دقیقه، یعنی الان زمان میگیریم به مدت 10 دقیقه اینا رو میذاریم تو آب، میذاریم تو آب که یه خورده سفت بشه. حالا اینا تا تو آب باشن، تا اینا تو آب هستن ولی اینجوری صاف گذاشته بشه، من بذارم یه جایی یه چیزی هم بذارم روشون. این رو میذاریم کنار، حالا کاری باش نداریم. ریموت ماشین رو از این فویل های پلاستیکی میکشین دورش. ریموت رو به این حالت در میاریم، به این صورت. حالا این چرممون هم تو آب مونده یه خورده حالت به خودش بگیره، بعد دیگه بهتون میگم بعد چی کار کنیم. چرم رو که گذاشتیم تو آب، از تو آب که در آوردیم یه خورده میذاریم حالا روی دستمال یه چیزی یه خورده آبش بره. حالا این حالت که شد، چون اینا دیگه زود خودشون رو میگیرن، بعد هرچه سریعتر قالب رو ببندین. این رو میذارین به این صورت
ریموت رو میذارین وسط کار. ریموت رو میذارین وسط کار و با این گیره ها دور تا دور کار رو میبندین. ببینین به این صورت قالبمون رو میبندیم. اگر از این گیره‌های کوچیک‌تر دارین خیلی بهتره کوچولو کوچولو بزنین دور تا دور کار. یه خورده مثلا این قسمت الان باد افتاده، من نمیتونم الان کاریش کنم. این رو میذاریم که کامل کامل خشک بشه، یعنی شاید مثلا بیشتر از 24 ساعت هم حتی زمان ببره مثلا این بخواد خشک بشه. برای همین گفتم که خود کلید رو، یعنی خود ریموت رو که حالا کلیدم هست، حتما روی فویل بپیچین، به خاطر اینکه اگر روی فویل نپیچین این آبی که حالا از داخل چیز کردیم جذب ریموت میشه و امکان داره ریموت خراب بشه. پس حتما حتما دور ریموتتون رو یه چیز بیارین. حالا من این رو میذارم خشک بشه، وقتی خشک شد برمیگردم نشونتون میدم که به چه صورت هست و قالبش اینجوری دارم. خب من این حدودا یک روز هست، یعنی 24 ساعته که من این رو اینجوری گذاشتم به این حالت که این حالت قالبی رو به خودش بگیره. حتما حتما بعد یه مدت مثلا همین یک روزه رو این رو بذارین که حالت بگیره، این بعد خشک بشه. خب به این صورت حالت قالب میشه، قالبی میشه که این الان پشت کارمون هست، این جلوی کاره و این رو دورش رو باز میکنیم. اضافهات این نارو هم هرچی هست دیگه حالا میچینیم و میبریم، اما فعلا باید جای این قسمت ریموتی ها رو مشخص کنیم که چی کجا میشینه. خب این اینجاست، اینجای کلیدش که اینجاست مشخص هست و با اسلیکر این حالت اینجا رو خط میندازیم از جایی که شروع میشه. اول این قطعه داخل رو میبریم، میشه این قسمت من رو از اینجا مشخص کردم. اینم سایز میگیریم این قسمت حالا چیز رو که ببینم برای کدوم سوراخ اندازه است. این یکی اندازه است که من میذارم این قسمت کار اینجا رو در میارم. دقیقا میشه اینجای کار الان در آوردیم. خب حالا میمونه این قسمت جای این دکمه ها که حتما باید یه دونه این رو بشکنیم که تیز تیز باشه و قشنگ و صاف براتون ببره این قسمت. نم از این قسمت
تمام اینا باید تمیز بشه ها، یعنی این قسمت ها کامل قشنگ باید رنگ لبه بزنین، قشنگ خوشگل کنین به قولن. حالا میایم این پایین تر ببینم این قسمت جای قفلشم دقیقا اینجا من مشخص کردم، اگر اینجا بشینه این میشه دقیقا اینجا رو باید با اسپیکر. خب این من یه چیز دارم، ببین من یه سنبه دارم، البته فکر کنم حالا اشکال نداره یه خورده بلندتر بشه، یه سنبه دارم به این حالت میبینین که میذارم رو این قسمتی که میخوام این رو سوراخ این قسمت مشخص بشه که دقیقا همین جز که گذاشتم و ببینی این سوراخ نکرد. خب به خاطر اینکه خب هم خیلی بزرگه هم اینجا شیشه من خیلی ضعیفه، میترسم بشکنه. حالا این جایی رو که مشخص کرده رو من با کاتر در میارم. دو بغلی هم که مشخص کرده با این سوراخ میکنم. وقتی میگم کارت بذارین زیر دستتون به خاطر ایناست که اینا خیلی قشنگ و راحت در بیاد از تو کار و اینقدر اذیت نشین. اینم از این که میشه اینجوری دقیقا. میشه به این حالت ببینین. خب حالا فقط میمونه جای کلید که من این دوتا تیکه رو اول میچسبونم به هم دیگه قسمت زیپ. خب ببین من از این تیکه تا این تیکه پایین رو یعنی یه همچین حالتی رو دوخت میزنم. خب ببینین این قسمت الان کلید من قرار داره. فعلا از این قسمت تا این قسمت رو سنبه و دوخت میزنیم تا حالا بقیهش که کات میکنم و اینا. یه چیز دیگه هم که بهتون بگم، الان میخوایم رنگ لبه رو بزنیم ولی رنگ لبه باید تماما داخل اینا بخوره. رنگ لبه نهایی هم که دیگه بهتون میگم. این قسمت ها میبینی این قسمت ها کامل باید الان رنگ لبه بخوره که زیبایی کارتون رو قشنگ کنه. خب چون این کار یه کار خیلی ظریفی هست، من رنگ لبه رو با گوش پاک کن میزنم و سنباده ای هم که میکشم سنباده همین معمولی هست که این پرسای دور رو بگیره و این پرسا رو هم با فندک میگیریم. خب گوش پاک کن و میزنم به کار و شروع میکنم به رنگ لبه زدن. داخل اینا رو رنگ کردم، میذارم خشک بشه این قسمت. اینا که پشت کارمون هست من سنبه این رو میزنم چون میخوام سنبه اوریبزن بزنم برای این کارها، کارهایی که قالبی میگیرین اوریبزن خیلی قشنگ و تمیز براتون در میاره. برای همین الان من سنبه کار رو میزنم، محدوده چیز رو هم مشخص کنم، محدوده قسمتی که شروع میشه برای کلید و قسمتی که پایان حالا کلید هست.
میشه اینجوری این پایان اینجا شروع بشه اینجا هم پایانه میشه اینجا یک کار تقریبا اینجا یک کار. خب این رو کار رو علامت زدم برای این هم علامت میزنیم. زنی هم که میخوایم استفاده کنیم سایز 3 هستش، یعنی کوچکترین سایز رو من میخوام بزنم چون هم دوخت قشنگتری رو بهتون میده هم کار قشنگی رو بهتون میده. دقیقا اون خطی که این گیره ها براتون انداختن خطی میشه که شما باید اوریبزنتون رو دقیق بذارین رو اون قسمت، که من این خطی که اینا بهمون دادن دقیقا میشه اینجا و شروع میکنیم به سنبه زدن. ببینین به چه صورت شده دور تو دور کار. اون قسمتی هم که الان از اینجا تا اینجا علامت زدم برای اون باسدن کلید، اون قسمت رو هم من دوخت میزنم ولی بازه، این قسمت بازه که کلید راحت بتونه از توش بیرون بیاد، یعنی شاید مثلا حتی نیاز باشه مثلا این تکه رو کامل برش بزنیم، ولی خب در کل اینجا رو هم نقطه گذاری کردم که دیگه حالا اینو بعد تعیین میکنیم که چی جوری بزنیم. خب این رنگ لبه هم خشک شده، حالا رنگ لبه رو سنباده اینو بزنیم دیگه شروع کنیم به دوخت کردن و کاور کردن کار. ریموت رو میذاریم داخل کار، این قسمت رو هم میذاریم، شروع میکنیم به دوخت کردن با نخ ابریشم. هم میخوام شروع کنم دوختمون، هم دوخت دوسوزنه میخوایم بزنیم که دوخت دوسوزنه رو تو یکی از شورت ویدیوها توضیح دادم که این گوشه بالا هم میتونین ویدیو رو ببینین، بزنین روش و ویدیو رو ببینین. من دوخت رو بزنم کلن اینجا رو چسب میزنیم و با چسب این قسمت رو میچسبونیم که در آخر سر برای حالا رنگ لبه اذیتمون نکنه. از پشت این کار هم باید سوراخ بشه که حالا من دیگه در آخر سر این کار رو انجام میدم، این قسمت. Thank you.
من دوخت این رو تموم کردم، مشخصی یا نه این قسمت رو تموم کردم. این تیکه جای کلیده که من دوختش نکردم و الانم اومدم که با لیویز یا همون گزن این تیکه رو ببرم، یعنی دورش رو ببرم و رنگ لبه بزنیم. یه تیکه کوچولو هم از حالا خود رنگ چرمی که داریم برای مدبری که میخواییم بندازیم این قسمت کار استفاده میکنیم. صورت کلیدمون در میاد و باز همین رو میزنیم، کلید رو میفرستیم داخل. خب الان دور این کار رو هم باید بزنیم. این از کاورمون آماده شد، فقط حالا رنگ لبه یه دور مونده. خب مونده که سنباده رو بزنیم. من از این همین سنباده هایی که خیلی زبره استفاده می کنم، تمام این پرزایی که اینجا هست رو کلا برای من صاف کنه. خصوص کردم اینجا فندک میزنیم که این پرس های دور کار رو بگیره. خشک شده و حالا میخوام آب میزنیم. این تکنیک رنگ لبه رو تو چند تا ویدیو قبل به صورت یه آموزش کوتاه براتون توضیح دادم. آب میزنیم اول، بعد سنباده P360 رو میکشیم. سنباده P360 یه خورده نسبت بقیه سنباده ها زخیم تره. ببینین حالا این یه خورده زخیم تره. اینم از رنگ لبه دور رو که رنگ لبه رو زدیم قشنگ تر و تمیز. دکمه رو بزنیم این راحت در میاد، دکمه رو بزنیم این راحت بسته میشه. خب دقیق تو همین قسمت باشه. خب حالا میخوام این دسته رو بهش اضافه کنم که با استفاده از دستگاه دکمه زن این رو میزنیم، دسته رو میزنیم که سریعی که رو دستگاه دکمه زن قرار میگیره میشه این.
میشه این دوتا برای پرچ. خب این رو از این قسمت رد میکنیم، مدبر رو هم رد میکنیم و این تیکه بالا به این صورت این رو برمیگردونیم و خیلی کوتاه و کوچیک پرچ رو انجام میدیم. اینم از جای ریموتمون. این برای کیا بود، این برای سوزوکیه که انشالله اینم بهتون آموزش میدم به زودی. پس این قسمت رو از دست ندین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آموزش و بتونین کاورهای خیلی خیلی قشنگ و جذابی رو برای مشتریاتون بسازین. موفق و معید باشین، خدایا رو نگهدارتون.